سازمان ملل متحد درباره گرسنگی شدید مردم در سودان جنوبی هشدار داد و اعلام کرد دو سوم جمعیت سودان جنوبی در سال 2023 در خطر گرسنگی شدید قرار دارند. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس‌های سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود 7 میلیون 800 هزار نفر در سودان جنوبی، یعنی دو سوم جمعیت این کشور، فقیر ممکن است در بازه زمانی آوریل تا ژوئیه سال آینده با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شوند. CNN نوشت در گزارشی که به تازگی منتشر شده، مکانهایی که بهترین و بدترین کیفیت هوا را دارند مورد معرفی و بررسی قرار گرفتند. در این گزارش اوضاع هوا در سرتاسر جهان نگران کننده توصیف شده است. در این گزارش به کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش به عنوان کشورهایی با بدترین آلودگی هوا و کشورهای منطقه اسکاندیناوی، استرالیا، کانادا، ژاپن و بریتانیا بهترین کشورها از نظر کیفیت هوا اشاره شده است. محمد رضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، درباره تعداد کودکان کار در ایران گفت تاکنون 7000 کودک کار و خیابانی در کشور شناسایی شدند. وی در ادامه افزود بر اساس برآوردها 14000 کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارد. کریم الله محبوبی اناری، رئیس ستاد دیه استان اردبیل در شمال غرب ایران، از آزادی 8 زندانی جرائم غیر عام توسط علی دایی، بازیکن سرشناس سابق تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. وی افزود علی دایی 8 زندانی جرائم مالی غیر عام را به نیت علی ابن موسر رضا علیه السلام در اردبیل آزاد کرده است. روز گذشته جمعه 13 آبان 1401 صدها تن از مؤمنان کشور عراق در قالب موکب اهالی سدت الهندیه در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام الظله در شهر مقدس قم حضور یافتند. اعضای موکب که بیش از 400 نفر بودند طی این اقدام در نشست علمی معظم الله شرکت کردند و سپس از بیانات حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر شیرازی فرزند مرجع عالی قدر بهره‌مند شدند. آنها همچنین بار دیگر پشتیبانی و تبعیت خود از مرجعیت دینی را اعلام داشتند.